سلام بر شما به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید من فریب شیرازی هستم پس از اعلام نتایج مقدماتی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تحولات سیاسی در این کشور وارد مرحله تازه شده است. عبدالله عبدالله نامزد معترض در میان هوادارانش گفته برا که با ما رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی به او گفته جانکری را رو روز جمعه به کابل میفرستد و از او خواسته که دولت موازی اعلام نکند. بر اساس اعلام نتایج مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان آقای غنی بیش از 56 و آقای عبدالله کمتر از 44 درصد آرا را کسب کردند تیم آقای عبدالله اعلام چنین نتایجی را کودتا علیه آرای مردم خوانده است بر اساس اعلام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 56 و چهار درصد از آرای شمرده شده تا کنون به اشرف غنی احمدزی تعلق گرفته که مجموع آن چهار میلیون و چهارصد و هشتاد و پنج هزار و هشتاد و هشتاد و هشت رای می شود. در همین حال عبدالله عبدالله نیز با کسب سه میلیون و چهارصد و شست و یک هزار و ششصد و سی و نه رای از آرای شمرده شده چهل و سه ممیز پنجاه و شش درصد آرا را به خود اختصاص داده است. به دنبال اعلام این نتایج سخنگوی عبدالله عبدالله یکی از دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نتایج اولیه دور دوم انتخابات را رد کرد به گزارش رویترز از کابل مجید رحمان رحیمی سخنگوی ستاد انتخاباتی عبدالله گفت ما نتایج اعلام شده ی روز دوشنبه را قبول نمی کنیم و آن را یک کودتا علیه آراء مردم افغانستان می دانیم در همین حال بر اساس گزارش خبرگزاری ها به دنبال اعلام نتایج انتخابات هزار تان تن از شهروندان کابل به خیابان ها ریختند و به تظاهرات پرداختند بر اساس گزارش ها تظاهرکنندگان نتایج آرا را نپذیرفتند و در همین حال گفته شد که بسیاری از آنها با خود اسلحه حمل میکردند همچنین گفته می شود نیروهای انتظامی و پلیس از مردم معترض حمایت کردند بر اساس اخبار رسانه های غیر رسمی مردم نسبت به تقلب صورت گرفته در انتخابات و نتایج اعلام شده آن معترض هستند کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پیش از این قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را روز چهارشنبه گذشته اعلام کند اما این امر به واسطه اعتراضات عبدالله, عبدالله عبدالله برای پنج روز به تعویق افتاد آقای عبدالله معتقد است که در این انتخابات علیه او تقلب شده و به همین سبب نیز روز یکشنبه تأکید کرد که تا زمانی که آرای پاک و تقلبی از هم جدا نشوند نتیجه انتخابات را نمیپذیرد و این نتایج نباید اعلام شود در این شرایط خبرگزاری رویترز به نقل از اعضای از ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی گزارش داد که رقبای انتخاباتی با یکدیگر توافق کردند که آرای 7100 حوزه رأیگیری در ده استان را بازبینی کنند تا نسبت به صحت آرا اطمینان حاصل شود اما در همین حال یکی از مشاوران عبدالله عبدالله تاکید کرده که این توافق نهایی نشده است در این حال مجیب رحمان رحیمی به رویترز گفت نشست های ما تا نیمه شب گذشته ادامه یافت و پیشرفت هم حاصل شد اما هنوز به توافق نهایی دست نیافته ایم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پیش از این تاکید کرده بود که تاخیر پنج روزه در اعلام نتایج اولیه انتخابات باعث نمی شود که تغییری در زمان اعلام نتایج نهایی به وجود آید. نتایج نهایی انتخابات افغانستان روز 22 ژوئیه اعلام می شود. در همین حال آمریکا نیز به اعلام نتایج انتخابات افغانستان واکنش نشان داد جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با اعلام این که واشنگتن از هیچ نامزد خاصی حمایت نمی کند گفت برای معتبر بودن نتایج انتخابات باید به تمام ادعاهای مربوط به تقلب به طور کامل رسیدگی شود بر اساس این خبر ساکی گفت که ایالات متحده بار دیگر بر حمایت از افغانستان مقتدر متحد و دموکراتیک و روند برگزاری انتخابات آزاد حمایت صحبت به افزود ما اعلام نتایج را دیدیم و میدانیم که این نتایج نهایی نیست و ممکن است با استاب دهنده نتیجه نهایی انتخابات نباشد و می تواند تغییر کند ادعاهای جدی درباره تقلب وجود دارد و باید به صورت درست به آن رسیدگی شود به گفته وی صحبت از بررسی مجدد آرا در هفت هزار حوزه رأیگیری و به صورت بالقوه بیش از سه میلیون رأی است لازم است که کمیسیون های دوگانه انتخابات افغانستان و سازمان ملل متحد به این ادعاها به صورت جدی رسیدگی کنند و به ابهام های مطرح شده پاسخ جدی بدهند با همه این رویدادها حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان برای سران چهل کشور دعوتنامه فرستاده که در مراسم اولین انتقال قدرت دموکراتیک سیاسی در افغانستان که در کابل برگزار می شود یک ماه دیگر شرکت کنند این در وضعیتی است که هنوز روشن نیست که انتقال قدرت از طریق انتخابات اتفاق خواهد افتاد یا خیر مرزیه رسولی خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر به دو سال حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم شده است او در صفحه توییتر خود نوشته روز سهشنبه هفدهم تیر برای اجرای این حکم باید به زندان اوین برود خانم رسولی زمستان سال 90 با تعدادی از روزنامه بازداشت و بیش از چهل روز در بند دو علف زندان اوین زیر نظر سپاه پاسداران به سر برد اتهام وی تبلیغ علیه نظام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات عنوان شده است یکی از اتهامات وی نیز همکاری با بی بی سی عنوان شده است در رویدادی دیگر 82 روزنامه نگار طی بیانیه نسبت به بازداشت سراج الدین که پیشتر پس از بازگشت به ایران بازداشت شد اعتراض کرده و خواهان آزادی این روزنامه نگار شدند در پی آزار جنسی چند تن از دانش آموزان دو مدرسه پسرانه در تهران انجمن حمایت از کودکان با ارسال نامه به حسن روحانی رئیس دولت یازدهم درباره آزار جنسی دانش آموزان هشدار داد به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا این انجمن در این نامه تاکید کرده لازم است آموزش و پرورش به جای کتمان آسیب اجتماعی و اقدام نمایشی شکایت از نازم مدرسه به وظیفه خود در زمینه آموزش معلمان و دانش آموزان و پیشگیری از بروز نهنجاری هایی چون آزار جنسی به کودکان عمل کند. به دنبال انتشار خبر آزار جنسی چند تن از کودکان دانش آموز توسط نازم یک دبستان پسران در تهران حمید رضا کفاش معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در زمان معصوم هم خطا وجود داشته است گفته بود در کشورهای غربی این اتفاقات می افتد و آنها اجازه نمی دهند کسی خبردار شود. در حالی که در ماهای گذشته حمله به دولت حسن روحانی شدت گرفته بود، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرده است از دولت حسن روحانی و مذاکره کنندگان هسته ای ایران حمایت میکند و به آنها اعتماد دارد. در همین حال هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم خبر از به تعویق افتادن استیضاح وزیر علوم داد. قرار بود امروز سه‌شنبه طرح استیضاح وزیر علوم اعلام وصول شود. رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که از دولت حسن روحانی و مذاکره کنندگان هسته ایران حمایت می کند و به آنها اعتماد دارد. سخنان آقای خامنه ای در میانه ششمین دور مذاکرات هسته ایران و قدرت جهانی بیان شده در حالی که دو هفته پیشتر به مهلت تعیین شده برای دستیابی به توافق جامعه اتمی نمانده است به گزارش پایگاه اطلاع آقای خامنه ای وی در جمع گروهی از مسئولان حکومت اسلامی اظهار داشت ما به تیم مذاکره کننده هسته اعتماد داریم و مطمئنیم آنها اجازه دست اندازی به حقوق ملت را نخواهند داد در مسئله هسته ای طرف مقابل به مرگ گرفته که به تب راضی باشد در مذاکره باید به نیاز آینده کشور توجه شود پیش از این گروه مذاکره کنندگان هسته ای ایران به ریاست محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه هدف انتقادات شدید برخی گروه های محافظه کار قرار داشت تا جایی که دولت را به سازشکاری متهم می کردن. اما اعلام حمایت آقای خامنه ای تنها مربوط مذاکره کنندگان هسته ای نبود بلکه دولت حسن روحانی را نیز به طور کلی شامل می شد وی اظهار داشت همه بدانند بنده دولت را حمایت و تایید می کنم و از همه توانم برای کمک به دولت استفاده می کنم و به مسئولان بلند پای آن اعتماد دارم. به مسئولان دولتم عرض می کنم اقتصاد مقاومتی را جدی بگیرند. این سخنان در این حال با هشداری نیز همراه بود. آنجا که آقای خامنه ای تاکید کرد که نباید جریان های مامن با شعار اعتدال کنار زده شوند. او گفت شعار دولت که اعتدال است شعار خوبی است سفارش میکنم مراقب باشید جریان های مؤمن را با شعار اعتدال کنار نزنند در خطرها اینها هستند که سینه سپر میکنند در وزارت رهبر جمهوری اسلامی نامی از این گروه ها و جریان های مؤمن برده نشده است ولی به نظر می رسد که اشاره وی به جریان های تندرو و بسیجی ها باشد که رهبر نظام همواره از آنان تمام قد دفاع کرده است در همین راستا حسن روحانی هم پیش از سخنان خامنه ای از سیاست خارجی دولتش دفاع کرد و گفت استراتژی ما برد برد است اگر دشمن زیاده خواهی کند دنیا میداند که مسئولیت شکست احتمالی مذاکرات فقط متوجه و بر عهده طرفهای زیاده خواه است اما تنها این رهبر نظام اسلامی نبود که روز گذشته پس از چند ماه حمله به دولت یازدهم از سیم روحانی دفاع کرد بلکه پرونده استیزاه یکی از وزرای دولت هم به تعویق افتاد که به نظر می رسد این اقدام در کنار سخنان خامنه ای حاکی از نرمش جدید با دولت باشد در خصوص سیزا سخنگوی هیئت رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که به دنبال جلسه مشترک طراحان استیزاه وزیر علوم رئیس مجلس و رضا فرجی دانا استیزاه وزیر علوم به یک ماه تعویق افتاد به روز نعمتی به خبرگزاری های ایران گفته است که این نشست به درخواست علی لاریجانی رئیس مجلس برگزار شد و نمایندگان متقاضی استیزاه به وزیر یک ماه فرصت دادند تا موارد استیزاه را بررسی و رفت کند. طرح استیزاه رضا فرجی دانا از دو هفته پیش و با امضای پنجاه نماینده مجلس خبرساز شده است ولی هیئت رئیسه مجلس از اعلام و وصول این طرح خودداری میکرد و خواستار برگزاری نشست میان طراحان استیزاه و وزیر علوم بود نمایندگان و رسانه های نزدیک به دولت حسن روحانی میگویند که این طرح سیاسی کاری بوده و دلیل آن به خطر افتادن منافع استیزا کنندگان است. اسدالله بادامچیان با دفاع از حصر میرحسین موسوی و همسرش به همراه مهدی کروبی گفت حصر یعنی چه این افراد تحت مراقبت هستند تا کشته نشوند به افسوده بنی هم وقتی خیانت کرد و از شد فرار کرد اگر او را محاکمه و اعدام می کردند به نفع ما بود یا حالا که به فرانسه رفته و در پناه دولت های استعمارگر غربی زندگی می کند مسیح ماجر مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی پیشتر خطاب به اسدالله بادامچیان گفته بود با پیشانی پینه بسته حرفهایی را به میر حسین موسوی نسبت دادند که کذب محض است حسین نجابت مسئول سابق حفاظت از بیت علی خامنه این نیز گفته محبوبیت میرحسین موسوی به 9 درصد رسیده است. آقای نجات همچنین عملکرد علی خامنه ای در قضیه بازداشتگاه کهریزک را درخشان خوانده و از کسانی که در اجرای دستور خامنه ای مبنی بر تعطیلی این بازداشتگاه ها تأخیر داشتند انتقاد کرده است. عبدالعلی بازرگان، محسن کدیور، صدیقی وسمقی و حسن یوسفی اشکوری چهار نواندیش دینی در نامی سرگوشده خطاب رهبر جمهوری اسلامی نوشتند یا قانون اساسی را منحل کنید تا اداره کشور بر اساس منویات مقام رهبری باشد و یا خطاهایتان را بپذیرید و به قانون احترام بگذارید. این افراد همچنین خواستار پایان دادن به میر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم رهنورد شدند. به گزارش رسانه ها نامه سرگشاده عبدالعلی بازرگان، محسن کدیور، صدیقه وسمقی و حسن یوسفی اشکوری با نقد گفتهای خامنه ای درباره حصر منتقدان آغاز می شود. علی متحری و جواد کریمی قدوسی دو نماینده مجلس و نیز سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی از قول خامنه ای گفتند که اگر این سه نفر یعنی رهنورد موسوی و کروبی محاکمه شوند حکمشان خیلی سنگین خواهد بود ما اکنون به اینها ملاتفت کرده ایم و نیز شرایط چارگانه توبه این افراد و بازگشتشان به بدنه ملت به گفته آنها اعلام کردند در نامه سرگشاده روشنفکران دینی به خامنه ای در نقد این گفته ها خطاب به خامنه ای گفته شده جناب عالی یک جانبه به عنوان قاضی و داستان علیه منتقدانتان اعلام جرم کرده اید آنها را قیامن و بدون حق دفاع شخصا محاکمه کرده و به مجازات محکوم کرده اید و چون در حق آنها ملاتفت نموده اید رقیق تر از شدت عمل آیت الله خمینی بیش از سه سال و نیم است که در خانه های خود در شرایطی بدتر از زندانهای جمهوری اسلامی مشمول تحمل مجازات حصر هستند. در ادامه نامه سرگشاده این چهار نواندیش دینی آمده است شما به جای اینکه بر اساس قانون با مخالفانتان برخورد کنید و دادرسی محاکمه و مجازات آنها را به قوه قضایی بسپارید به نحوه عمل بنیانگذار جمهوری اسلامی متوسل شده اید و با مقایسه عمل کرده ایشان پنداشته اید در حق مخالفانتان ملاتفت کرده اید به راستی از که عمل کرده الله خمینی سنجه قانون شر و اخلاق شده است عمل کرده ایشان همانند شما در انتباق با موازین قانون شر اخلاق و حقوق بشر ارزیابی می شود و متاسفانه عمل کرده هر دو رهبر جمهوری اسلامی در قبال مخالفان و منتقدانشان غیر قابل قبول بوده است این نامه واکنش مشخصی است به انتشار اظهار نظرهایی از قول سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره اسارت زهرا رهنورد میرحسین موسوی و مهدی کروبی اسارتی که به عنوان حصر یا حصر خانگی خوانده می شود این رهبران جنبش سبز نزدیک به پنج سال است که زندانی بی آنکه در دادگاهی محکوم شده باشند نامه سرگشادی عبدالعلی بازرگان محسن کدیور، صدیقه وسمقی و حسن یوسفی اشکبری خطاب به رهبر برای رفع مشکل هست دو پیشنهاد مشخص به خامنه ای می کند. در نامه آمده است اکنون دو راه پیش پای شماست راه اول اعلام انحلال قانون اساسی و اداره کشور بر اساس منویات مقام رهبری این راهی است که شما عملا پیش گرفته اید و با نقض گسترده قانون اساسی کشور را با بحران های متعدد به پردگاه استبداد مطلقه و حکومت خودکامی شخصی سوق داده و قوای امنیتی و نظامی را به اتکای ارز نفتی بر مقدرات شهروندان مسلط کرده اید در این صورت به خاطر داشته باشید که شما بزرگترین برانداز جمهوری اسلامی هستید راه دوم تجدید نظر در خطاهای گذشته و بازگشت به جای قانون اساسی و احقاق حقوق ملت است توصیه های ما همچون دیگر دلسوزان و وطن دوستان به شما انتخاب راه دوم است نامه های که به علی خامنه ای نوشته می شود تا کنون پاسخی از جانب رهبر جمهوری اسلامی نداشته است در طول زمامداری خامنه ای بسیاری از منتقدان در نامه های سرگشاده ای ای را خطاب قرار داده و مسئولیت های رهبری را یادآوری کردند اما پاسخی که این منتقدان گرفتند معمولا داغ و درفش و حبس و قتل بوده است بیشترین نامه های سرگشاده به خامنه ای را محمد نوریزاد تاکنون نوشته است که هیچگاه از جانب رهبر جمهوری اسلامی پاسخی نداشته است و در ازای آن آقای نوریزاد بارها به زندان افتاده است. خبرگزاری شین هوای چین به نقل از برخی منابع دیپلماتیک خبر داده برخی از وزرای خارجه کشورهای پنج به علوبه یک روز جمعه هفته جاری برای این شرکت در مذاکرات هستهای راهی وین شوند. یک منبع دیپلماتیک به این خبرگزاری گفته جان کری وزیر خارجه آمریکا احتمالا پس از سفر به چین راهی وین خواهد شد وزارت خارجه روسیه نیز در بیانیه اعلام کرده وزیر خارجه این کشور روز چهارشنبه با همتای ایتالیایی خود دیدار و با وی درباره برنامه هسته ایران گفتگو خواهد کرد در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با بیان اینکه رسیدن به توافق هسته ای در وین امکان پذیر اما خیلی دشوار است گفته به تمدید فکر نمی کنیم بلکه بر رسیدن به توافق تا سیوم تیر ماه متمرکز شده ایم. شیخ محمد تاها همدون سخنگوی جنبش اعتراضی اهل سنت عراق میگوید تنها یک راه حل وجود دارد سه دولت مستقل کردها شیعیان و اهل سنت زیر یک پرچم بغداد هم پایتخت مشترک باقی میماند آقای همدون افزوده اگر نوری مالکی با این درخواست کنار نیاید سه کشور مستقل به وجود میآید پیشتر مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق اعلام کرده بود درباره استقلال کردستان همه پرسی برگزار خواهد کرد در همین حال پارلمان عراق روز گذشته دومین جلسه خود را که قرار بود امروز تشنبه به منظور گزینش یک رهبر سیاسی جدید برگزار شود به ماه اوت مکول کرد به باور ناظران تشکیل دولت جدید با مشارکت بیشتر سنی ها و کردها، ها به عنوان شرط پایان بخشیدن به خشونت در عراق شمرده می شود. نوری المالکی اعلام کرده است که برای بار سوم خود را نامزد مقام نخست وزیر خواهد کرد. نامزدی او حتی در میان شیعیان نیز بحث برانگیز است. بحران سیاسی در عراق با حملات نظامی گسترده توسط گروه داعش شدت یافته است. خبرگزاری فرانسه از آزادی رهبر مخالفان کویت از زندان خبر داد بر اساس این گزارش دادگاه کویت با صدور حکم علی مسلم البراک را با قرار وسیقه 5000 دیناری از زندان آزاد کرد به که عضو سابق مجلس کویت است چهارشنبه گذشته به حکم دادستانی کشور به اتهام توهین به نظام قضایی کویت و افترا به فیصل المرشد رئیس آن بازداشت شد و طی شش روز گذشته این کشور صحنه تظاهرات و نارامی های خشونت بوده است. البراک ماه میلادی گذشته در یک اجتماع عمومی ضمن انتقاد شدید از دستگاه قضایی کویت مدعی شد که مقام های ارشد سابق کویت از جمله اعضای خاندان حاکم ده ها میلیارد دلار از اموال عمومی را تصاحب کرده و به پولشویی مشغولند. امیر کویت روز گذشته از نظام قضایی کشورش دفاع کرد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در گفتگوی تلفنی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره تحولات اوکراین رایزنی کردند. محمد رضا شاید خبرنگار ما از پاریس و جزئیات بیشتر. شب گذشته آقایان اوباما و اولاند یک مکالمه تلفنی و مشورتی داشتند درباره اوکراین و قرار است همین مشورت روز چهارشنبه فردا این بار با خانم مرکل انجام بگیره میدونید که امروز شهر یک میلیونی دانتوسک این احتمال وجود داره که ارتش اوکراین وارد بشه البته هنوز خبری مخابره نشده شهر آرام بوده آقای اوباما و آقای اولان میخواهند از آقای پوتین که هر نوع توان و تدبیر خودش رو در این مورد به کار بگیره روسیه میگوید دخالتی در این باره نداره و رئیس جمهور اوکراین میگوید که تا زمانی که شورشان خل اصلاح نشوند گفتگویی وجود نخواهد داشت قدر مسلم مهمترین موضوع این است که باید دید چه میشود کرد و چه باید کرد بین باید و توان موضوع مذاکرات این چند روزه سران دول جهانی بود است در مورد اوکراین باید گفته باشم که امروز نشستی هم در بروکسل در اتحادیه اروپا برگزار می شود در ارتباط با اوکراین البته و این آماده سازی کنفرانسی مهمتر برای جمعآوری کمک های مالی به اوکراین خواهد بود که امروز تمام جزیات اون تصمیم گیری خواهد شد و ما دو خبر کوتاه و هاشیه امروز آقای فبیوز وزیر خارجه با سفیر امارات متحده عربی در پاریس ملاقات کرد و همینطور آقای لودریان وزیر دفاع برای هفتمین بار از سفرش به افریقای مرکزی برگشت و اما خبر آخرین این که امروز خانم هیلاری کلینتون با آقای اولاند در کاخ الیزه دیداری داشتند یکی از دلایل حضور و سفر اروپایی خانم کلینتون انتشار کتاب اوست آخرین کتاب او که مربوط می شود به خاطرات سالها و دهه ها البته همونطور که اطلاع دارید این روزها شایعه احتمال نامزدی خانم کلینتون برای انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا بالا گرفته و این هنوز از سوی هیچ مقامی تایید نشد اگرچه آقای اوباما گفته بود خانم کلینتون رو شایسته ترین فرد برای حزب دموکرات و شرکت در انتخابات میدونه علی متحری با نامعقول خواندن تذکر چند نماینده مجلس درباره محدودیت های تازه برای محمد خاتمی گفت بهتر بود حکم ممنوع الحیاتی وی هم صادر می شد. آقای متحری پرسیده بر اساس کدام حکم قضایی آقای خاتمی ممنوع التصویر، ممنوع خروج و ممنوع بیان شده است؟ به گفته خاتمی در کدام دادگاه از خود دفاع کرده است که بعدا به این احکام محکوم شده باشد؟ ده نماینده محافظه کار مجلس روز گذشته در تذکری به مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری از وی خواستند در اجرای احکام ممنوع تصویری، ممنوع خروجی و ممنوع بیانی محمد خاتمی احتمام جدی داشته باشد. همچنین جواد کریمی قدوسی گفته در جلسه ای با رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای خواسته فضا برای محمد خاتمی امن نشود چرا که وی از عناصر اصلی فتنه است. از کرولادی رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران گفته است رکود تورمی سنگین باعث شده است کسادی مزمن اقتصاد کشور را در بر بگیرد رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با اشاره به اینکه قیمت تمام شده کالاهای صادراتی در کشور به دلیل کاهش نرخ ارز به شدت افزایش یافته افزوده است این موضوع باعث شده صادرات در کشور مقرون به صرفه نباشد و با این روند صادرات کشور به هدف گذاری خود تا پایان سال نخواهد رسید. وبسایت کلمه با انتشار اسنادی خبر داد شهرداری تهران با امضای قراردادی به مبلغ 20 هزار میلیارد تومان بخش قابل توجهی از پروژه عمرانی پایتخت را به سپاه پاسداران واگذار کرده است. به نوشته این سایت قراردادی با این مبلغ و گستردگی عملا شرکتها و پیمانکاران دیگر را از دور خارج خواهد کرد این وبسایت نوشته است یک منبع آگاه در شهرداری تهران ضمن در اختیار گذاشتن اسناد این قرارداد آن را بی سابقه توصیف کرده و گفته شهرداری برای عقد آن موظف دریافت تایید شورای شهر تهران بوده اما این موافقت و نظارت از سوی شورا وجود نداشته است بر اساس این خبر ایسا شریفی قائم مقام شهردار و سید دادوش هاشمی معاون مالی و اقتصادی شهری از سوی شهرداری تهران و سرتیب پستور جمال دین آبرومند معاون فرمانده کل سپاه و رئیس هیئت مدیری بنیاد تعاون سپاه به همراه سید پرویز فتاح مدیرعامل این بنیاد این قرارداد را در تاریخ سوم خرداد ماه 93 امضا کردند در جریان تصمیم گیری شورای شهر تهران برای انتخاب شهردار پایتخت رسانه ها از تلاش و فشار سپاه پاسداران در جهت ابقای محمد باقر قالیباف خبر داده بودند. تحریم سوخت رسانی به هواپیماهای مسافربری ایرانی همچنان ادامه دارد. به گفته یک مقام هواپیمایی کشوری ایران، تعدادی از فرودگاه‌های اروپایی به این تعهدات عمل نکردند که نقض آشکار کنوانسیون شیکاگو است. محمد خدا کرمی، نائب رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران گفته است از زمان امضای توافقنامه موقت بین جمهوری اسلامی و گروه پنج به علاوه یک در ماه نوامبر هیچ تغییری در زمینه رفع تحریم ارائی سوخت به هواپیماهای ایران در فرودگاه های اروپا به وجود نیامده است خدا کرمی گفت که بر اساس تحریم های قرب علیه جمهوری اسلامی نه فرودگاه اروپایی از جمله فرودگاه های در آلمان، فرانسه و بریتانیا از سال 2010 ارائه سوخت به هاپیمه های ایرانی را متوقف کردند. مقامات جمهوری اسلامی میگویند این اقدام فرودگاه های اروپایی بر خلاف کنوانسیون شکاگوست که بر اساس آن همه کشورهای اوز موظف به ارائه سوخت و خدمات به هواپیماهای مسافربری هستند. به گفته این مقام حاپیمایی کشوری ایران تعدادی از فرودگاه های اروپایی به این تعهدات عمل نکردند که نقض آشکار کنوانسیون شکاگوست. مدیر کل رابط عمومی هاپیمایی جمهوری اسلامی هم هفته پیش گفته بود که مشکل در زمینه سوختگیری هاپیماهای شرکت ایرانر ایر در کشورهای آلمان و هلند همچنان پا بر جاست. شارخ نوشابادی با تکذیب خبر مربوط به لغو تحریم سوختی ایرانر ایر توسط کشورهای آلمان و هلند گفت همچنان در این دو کشور با مشکل عدم تحویل سوخت مواجه هستیم و برای سوختگیری از کشورهای سالس استفاده میکنیم بر اساس اخباری که اوایل هفته گذشته منتشر شده بود آلمان و هلند به تازگی محدودیت سوخترسانی رسانی به شرکت های هواپیمایی مسافر ایرانی را لغو کردند و تا چند روز آینده نیز فرانسه اقدام به تحویل سوخت به این شرکت ها خواهد داد. محدودیت های به شرکت های هواپیمایی ایرانی توسط اتحادیه اروپا از اواسط سال 89 اعمال شد و کشورهای این قاره یکی پس از دیگری از تحویل سوخت به هواپیماهای ایرانی خودداری کردند این موضوع باعث شده است هواپیماهای شرکت ایران ایر برای انجام پرواز رفت و برگشت به بسیاری مقاصد اروپایی ناچار باشند برای سوخگیری یک ساعت و نیم به سمت کشور سالس پرواز کنند و دوباره به کشور مقصد برای مسافرگیری پرواز کنند پروازی که هزینه های هما را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید مسکو باید به منظور ارتقای صنایع نظامی و افزایش فرصت‌های شغلی در این بخش میزان صادرات تسلیحات خود را افزایش دهد. روسیه یکی از بزرگترین صادرکنندگان تسلیحات نظامی در جهان به شمار می رود و سال گذشته بیش از 15 ممیز میلیارد دلار تسلیحات از جمله انواع توفنگ، موشک، هواپیماهای جنگنده به کشورهای مختلف صادر کرده است. سوریه، هند، چین و ونزوئلا از مهمترین مشتریان تسلیحات نظامی روسیه به شمار می روند. یک مسئول امنیتی نیجریه که نام وی منتشر نشده به خبرگزاری فرانسه گفته است حدود 63 زن و دختر که توسط شبه نظامیان افراطی بوکو هرام رو شده بودند موفق به فرار شده و به محل زندگی خود بازگشتند ارتش نیجریه اعلام کرده در درگیری های روزهای اخیر و در پی حمله شورشیان بوکو حرام به شهری در شمال شرقی این کشور بیش از پنجاه تن از شبه نظامیان بوکو حرام کشته شدند. بوکو حرام یک گروه اسلامگرای تون روز که نیجریه را با عملیات های تروریستی و آدم را با این ناام کرده است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان از قربانیان سوء استفاده جنسی توسط کشیشان کاتولیک تقاضای بخشش کرد و در دیدار شماری از این قربانیان از آنچه که سهل و گناه قصور و پنهانکاری رهبران کلیساهای کاتولیک در این مورد خواند انتقاد کرد و گفت کلیسای کاتولیک باید برای جبران این رویه تلاش کند بیشتر قربانیان که مورد سوء استفاده جنسی کشیشان قرار گرفتند کودک بودند با وجود سخنان پاپ گروه های مدافع حقوق کودکان میگویند اصرای کلیسای واتیکان بر محرمانه بودن تحقیقات در این موارد پذیرفتنی نیست شبکه خبری CNN این این در بررسی هایی که انجام داده مدعی شده 43 درصد زنان ایرانی از طریق فیسبوک مسابقات جام جهانی فوتبال را پیگیری کردند و احساسات خود را از طریق این شبکه اجتماعی بروز دادند. شبکه خبری CNN حضور زنان سراسر جهان در شبکه اجتماعی فیسبوک در هنگام برگزاری مسابقات فوتبال جام جهانی 2014 را بررسی کرده و با استفاده از آمار و اطلاعاتی که فیسبوک در اختیارش گذاشته به این نتیجه رسیده که سهم بانوان ایرانی از تعقیب و پیگیری مسابقات فوتبال جام جهانی 2014 در برزیل از طریق شبکه اجتماعی فیسبوک 43 درصد است. این شبکه خبری آمریکایی به ارائه اطلاعات دیگر در مورد حضور زنان در مسابقات فوتبال و مشارکت آنها در تشویق و حمایت تیم ها نپرداخته و جزئیات بیشتری ارائه نکرده است. بر اساس بررسی های صورت گرفته توسط شبکه CNN سهم زنان در کاستاریکا 45 درصد، در هندوراس 46 درصد، در ایتالیا 44 درصد و در آمریکا 40 درصد بوده است. بسیاری از بانوان ایرانی و علاقه من به فوتبال در سالهای اخیر فعالیت گسترده برای حضور در استادیوم ها و تشویق تیم های ورزشی نشان دادند. آنها اطلاعات، اخبار و نظرات خود را از طریق شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک در اختیار دیگران می گذارند. در سالهای اخیر تعداد زیادی از علاقمندان و فعالان مدنی سعی کردند در مقابل این ممنوعیت ایستادگی کنند اما همچنان با ورود زنان به ورزشگاه ها در زمان مسابقات مردان برخورد می شود. فعالان حقوق زن در ایران که پیگیر حق حضور زن در ورزشگاه ها هستند میگویند که طبق قانون منعی برای حضور زنان در کنار مردان برای تماشای مسابقات ورزشی وجود ندارد آنها در مناسبت های مختلف به ویژه رقابت های جهانی تیم های ملی ایران سعی داشتند در محل مسابقات حضور داشته باشند اما اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پلیس ایران در زمینه رویکرد نیروی انتظامی درباره حضور بانوان در استادیوم های ورزشی گفته است در ابتدای دولت نهم مجوزی برای حضور بانوان صادر شد که با اعتراض علما و مراجع مواجه شد احمدی مقدم هفته پیش در اظهار نظری در این باره گفت نیروی انتظامی قانون را اجرا می کند و موزگیری علما و روحانیون و مقام معظم رهبری در این مسئله هنوز پا برجاست و ما به عنوان مجری قانون نمی توانیم چنین ای به بانوان در ورزشگاه ها بدهیم. به تصریح کرد در شرایطی نیستیم که اختلاط زن و مرد در ورزشگاه ها مسلحت باشد. در همین حال به نظر می رسد زنان ایرانی اکنون از طریق شبکه های اجتماعی به خصوص فیسبوک مشارکت حد اکثری خود را برای پیگیری و تشویق مسابقات ورزشی ملی نشان دادند. با این خبر به پایان این مجموعه خبری می رسیم. ممنونم که با ما همراه بودید. همراه با همکرانم در گروه خبر شب و روز خوبی را برایتان آرزو می